طرز تهیه کوکی موزی رو داریم. یه شیرینی ساده است که خیلی سریع هم آماده میشه، مواد آنچنانی نیاز نداره و به خاطر اینکه تو شکر و قند استفاده نمیشه میتونه به عنوان یه شیرینی رژیمی هم استفاده بشه. بعد موادی که احتیاج داریم یه موز بزرگه که بهتر رسیده باشه، چون که هم فیبرش بیشتره، موادش بیشتره و هم که شیرین تره. و یک لیوان جو پرخ نیاز داریم. بعد بسته به حالا ذائقه‌ای که داریم میتونید دارچین اضافه بکنید، میتونید یه مقداری کشمش اضافه کن، کشمش حالا سیاه اگه باشه بهتره، یا که شکلات‌های خورده شده استفاده کنید، گردوهای خورد شده میتونید استفاده کنید، یا تیکه‌های خرما یا چیپس‌های خرما که اونم خیلی خوشمزه میکنه، میتونید اینا رو استفاده بکنید توش. من ساده‌شو دارم میگم. بعد از اون موادی هم که خب داریم استفاده میکنیم گفتم دو تا چیز اصلش موزه و جوه پرکه. این جوه پرکه خب مواد خیلی زیادی دارن، قند آنچنانی ندارن، برای کسایی که دیابتی هم میتونه استفاده بکنن. بعد پروتئین زیادی دارن، منبع بسیار مناسب واسه آهنن، فیبر بالایی دارن، ویتامین بی بالایی داره، خواص آنتی اکسیدانی داره و برای پوست و مو خیلی مفیده و منبع مهمی از کلسیم و آهنه و آهن هم خب برای بهبود عملکرد مغز کمک میکنه، کلسیم داره به بهبود عملکرد مغز. برای اینکه من اینو بخوام اینو درست بکنم، پودرش بکنم، خیلی آسونه، میریزم توی این پودکنا، منزه یک لیوان من جای پرکم ریختم توی این، در از چند دقیقه با همون قسمت خورد کنش زدم و تبدیل شد به پودر. بعد حالا این چیزی که یعنی پودر جوه پرکی که درست کردین، حالا اینو کلا میتونین توی مواد دیگه هم، توی یعنی غذاهای دیگه هم میتونین استفاده بکنین. من توی آشپزیای قبلی من گفتم میتونین مثلا مقدار زیادی از اینو درست بکنین، بذارین توی یه قوطی توی یخچال بذارین، بعد اینو مثلا توی سوپاتون، توی خورشتا یه قاشق بریزین، تو آش میتونی یه قاشق بریزین که همون خاصیت یه کمی صفر میکنه غذاها رو و خب من مواد زیادی هم داره باعث بهبود پوست و مو و خیلی چیز دیگه میشه. بعد برای شروع کار من این موزمو میام با چنگال له میکنم. با چنگال له میکنم، بعد کم کم این جوه پرکی که پود شده رو بهش اضافه میکنم. خب این هم تقریبا آماده است دیگه. اضافه میکنم اگه باید خوب ورز بدیم شیرینی ها و حتی بهتره بعد از اینکه کامل مخلوط کردیم بذاری 10 دقیقه 15 دقیقه بمونه. اینقدر باید جوی پرک رو اضافه بکنیم و کم کم دیگه از قاشق در میارم با دست شروع میکنم ورز دادن که نچسبه، اون چسبندگیش رو از دست بده و تقریبا که وسط های کار بود من حالا یه مقداری کشمش اضافه میکنم و یه مقداری کمی از خود همین جوی پرک رو اضافه میکنم چون دوست دارم یه مقداری خود
شرقی اینا هم باشه توی شیرینی. بعد دوباره شروع میکنم هم میزنم. بعد باقی جای پلکم رو اضافه میکنم. اینو همه چیز داخله بر میتونین هم درست بکنین، هم روی گاز میتونین درست بکنین، که اگر که بخواین از فر استفاده بکنین از همون اول میذارید تا فرتون گرم بشه. خب من جوی پلکم یه مقدار کم اومد، دوباره اضافه کردم. بعد از وسط های کار دیگه حالا یا با دستکش سرکم، حالا با دستکش ازم بدم، با دستکشی که دستتون تمیز میشونین و با دست اینجوری ورز میدین دیگه، انقدر ادامه دادم تا چسبندگیش خیلی کم بشه، یعنی دیگه به دستم اونچنان نمیچسبه. من یه مقداری میخوام به شیره اضافه بکنم. الان اضافه میکنم. من یه مقدار خیلی کمی هم من دارچین میزنم، اگه دوست داشتین شما بیشتر بزنید، من کم میزنم. هم دیگه ورز میدم که این دوشابه یه مقدار کمی روش قرار بگیره. یه مقدار روغن میریزم به سینی، بعد اینا پخش میکنم. بعد یه گلوله کوچیک از تو این برمیدارم، با دست شیک میدم، یه ذره پخشش میکنم، شیک میدم، سعی میکنم اونو شیک کنم تا به دایره بشه. هم میذارم این و به این صورت همینجوری میچینم. بعد میذارم تو فر دمای 180 درجه سانتیگراد 10 دقیقه تا 15 دقیقه بپزه. خب من همه رو چیدم تو سینی، میتونید که زیرش هم کاغذ روغنی بذارید و اینکه راحت تر جدا بشه. بعد میذارم توی فر. خب الان شیرینی ما آماده شده، اینو میتونید همراه با شیر و چایی حالا صبح به عنوان صبحونه یا عصرانه میل بکنید. میتونید با روش هم کرم بادوم زمینی بزنید، طعمشون با هم همخونی داره. بعد ایشالله که درست بکنین و خوشتون بیاد. اگر که دوست داشتین حتما ما رو کانال ما رو عضو کانال ما بشین و ما رو لایک و فالو بکنین و نظراتتون رو به ما حتما برسونین.